فردا دوشنبه کابل میزبان دومین نشست چهار جانبه بین افغانستان، چین، آمریکا و پاکستان است. هدف از برگزاری این نشست مهندسی کشاندن طالبان به میز مذاکرات صلح گفته شده است. قرار است در این نشست حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت خارجه کشور، ایزاز احمد چودری معاون وزارت خارجه پاکستان، دنگ شی جون نماینده ویژه چین در امور افغانستان و اولسن نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان اشتراک کنند. وزارت خارجه می گوید آمادگی های لازم برای میزبانی از این نشست گرفته شده است. جلسه دوم سری نقشه راه گفتگوهای صلح بحث میشین. گفتگوهای صلح ما چگونه آغاز میکنیم، از کجا آغاز کنیم و چگونه پیش بره و مسیر را که طی میکنه و ما با هدف نهایی من میرسیم، این مسیر چگونه طی بکنه و بپیمایه در این نشست دوم نهایی میشه. از چند سال میشود که روند گفتگوهای صلح آغاز شده است، اما نبود صداقت در این روند سبب شده است که بی نتیجه بماند. حالا وزارت خارجه کشور ابراز امیدواری می کند که این روند بتواند تا 1.5 ماه دیگر برای مردم افغانستان نتیجه ملموس داشته باشد. امید ما، توقع ما و خواست ما است که ما هرچه زودتر تا 1.5 ماه 2 ماه دیگر ما از این پروسه که دوباره سر گرفته شده و آغاز شده ما یک نتایج ملموس داشته باشیم. از سوی دیگر افغانستان به جامعه جهانی ثابت کرده است که مبارزه با تروریسم و طالبان تنها جنگ داخلی نیست، بل این جنگ ابعاد گوناگونی دارد. پیش از این حکومت تاکید کرده است که برای آن گروه هایی که حاضر باشند به میز گفتگوهای صلح بیایند دریچه صلح برویشان باز است. در همین حال شماری از آگاهان نقش کشور چین را در این روند مهم می دانند و می گویند که نقش چین در این روند می تواند مردم افغانستان را برای رسیدن به صلح امیدوار کند. پاکستان برای چین به مسابه اسرائیل برای امریکا است، یعنی تا این حد پاکستان و چین به هم دیگه نزدیک هستند و از مدت‌های قبل در تحولاتی که در منطقه بوده چین بالای پاکستان تاثیرگذار بوده و از اونجایی که روند مذاکرات صلح در افغانستان وابسته به صداقت پاکستان داره، بناهن فشار چین بالای پاکستان میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و این مذاکرات حداقل بتونه به یک سرانجام برسونه. دور نخست نشست چهار جانبه دوشنبه هفته گذشته در اسلام آباد برگزار شد و اشتراک کنندگان بر ضرورت فوری برای آغاز مذاکرات مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان تاکید کردند.